داستان بچه های ایران. اولین بار که عاشق شدم، قسمت ششم. دراز کشیدن توی پشه بند زیر آسمون پرستاره هم حالی داره ها، مخصوصا نه پشه مزاحمی، نه بچه تخم جنی، هیچ چیز و هیچ کسی نیست جز من و خیال دلبری شیرین به نام سمیرا. آخ که چه لذتی میده وقتی یه نمه نسیم خنک میوزه و لحاف و دور خودت بپیچی و بری زیرش و تو فکر معشوقت در هفت آسمون سیر کنی. به 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 قول شاعر، آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خیلی وقت بود در چنین آرامشی نبودم، انگار سوار بلمی طلایی همراه با سمیرا بر روی رودخانه ای آرام شناوریم. دست در دست هم به آسمون خیره شدیم. کنار بلم دو تا قو ما را همراهی می کنند و کنار رودخونه شوهر عمه عشقم تهدیگ عدس پلو در یک دست و پارچه حریری در دست دیگه با ما وداع میکنه و با چشمی اشکالود و فشاری که تمام وجودشو فرا گرفته با باد دلنواز شکمش موسیقی یاور همیشه مؤمنو سر میده. آخ که حتی روح حاجی انکش چیز ببخشید حتی روح حاج آقا مرتضوی هم انگار بیخیال من شده بود. نه عذاب وجدانی، نه هیچ خیالی اصلا برام نبود. اگه روزی با عشقم به اولین آشیونه زندگی مشترکمون میرفتیم، حتما برای جبران گذشته میگفتم پسرش بیاد چاه خونمونو خالی کنه. شبی روی بلم با عشق خیشم، همه عشق و محبت گشته کیشم، شوهر عمش به گوزی بدرقم کرد، حاجی انکش شده مأمور جیشم. گاهی در آسمون پرستاره به همین افکار رنگ و بوی هندی می بخشیدم. کار زیادی هم نمی بردا، فقط موزیک شوهرمش از پاپ ایرانی تبدیل می شد به پاپ هندی. سمیرا در بلم بنشسته ها هی، دلم چون مرغکی پربسته ها هی، شوهر عمش کنار حاجی انکش، یکی گوزو یکی لب بسته ها هی. گهگداریم از اونجا که انگلیسیم فول بود و در حد کریست برگ مثل بلبل انگلیسی حرف می زدم، با هر آهنگش می رفتم توی رویای خودم. Come on baby ببین هارتم شده چاک، ز آیزم می کنم مای عشق را پاک، اگر که anyone make you غضبناک، شوم من انگری خارش شود فاک. ببخشید شرمنده از این شعر آخرم و کلمه‌ای که در آخرین مصرع استفاده شد. میدونید شب قبل از اینکه این شعر آخری رو بگم باید احساسمو براتون عنوان میکردم که در این حال که در فضای رومانتیک هندی انگلیسی به سر می بردم، گهگداریم گریزی به فیلمای فارسی می زدم و خودم رو برای کتککاری ساختگی که قرار بود آرتیستش من باشم آماده می کردم. برای همین گاهی حالم از وضعیت رومانتیک به اکشن و از فیلم هندی به فیلم فارسی غلیظ و کلاه مخملگونه تبدیل می شد. نکنیم دا. خب حالا کی اسم ویتر میتونه درسشو پس بده؟ خاکیک. این کی بود گفت حاجی؟ چرا من نمیبینمش؟ خاکیک اینجا زیر پاته.
پا اینجا چیکار میکنی بچه؟ حاجی رو به پا کی اسم نویسی کرده که من نفهمیدم؟ اولم بهش من بچه نیستم، از همه اینا گنده ترم. دومم بهش شما فقط از من دست پس میگیره، چیکار داری؟ حرفی حسابی جواب ندارید، برو وسط ببینم چیکار میکنی. یالا دشمنت استاد بخاک، تن بدخواهات خلاک، یارو از راه میرسه گیج و پکر، هی میگرده پی شر، گر تو پک میکنه وسط، کنکوری میخونه وسط، نمیخوای کنه بشه پیش جاهلا خجالت بکشه، به در میگی دیوار خبردار بشه، یه جور میگی که گردنش بار بشه، میگاش که افتاد تو چشم گره بزن به ابروان، یکی بالا یکی پای ناطقشو بوری بچه، همچین نگاش کن چیز خوبا بره، زرزش داشته باشه جا بره. باریکلا خیلی خوب بود. یادم اون شب خودم رو توی کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید با کلاه ملک مطیعی تصور میکردم و یک تنه میزدم به قلب سپاه دشمن. تو دلم داد میزدم آی نفس کش ننه، این کت من کجاست؟ و یک قلط میزدم توی رخت خواب و مشتامو گره میکردم. از اینجا به بعد صحنه کتک‌کاری تبدیل می‌شد به صحنه هندی. یه مش می‌زدم، طرف پرت می‌شد طبقه دوم ساختمون. منم با یه پرش می‌رفتم بالا پشت بوم و دوباره مشغول کتک زدنش می‌شدم. همین جوری که خوابونده بودمش زمین رو می‌زدمش، یهو صدای جیغی می‌شنیدم. برمیگشتم دیدم سه تا گردن کلفت دارن سمیرا رو می‌کشن و می‌خوام ببرنش توی ماشین. منم یهو داد می‌زدم نهی و با یک شیرجه از بالای پشت بوم می‌پریدم روی سقف ماشین و از اینجا به بعد دیگه تبدیل میشد به فیلم بروسلی و جکی جان. یهو صدای پدرمو میشنیدم که صدا میکرد چه خبره اون بالا؟ تازه فهمیدم از بس مشت و لگد زدم همه رو از خواب بیدار کردم. ساکت می شدم. دیگه مهم نبود البته، چون همه رو حسابی زده بودم. از اینجا به بعد دوباره با معشوقه جاودانم توی یک صحرای سرسبز و پر از گل که فقط یه دونه درخت وسطش بود می دویدیم و دوتایی آواز می خوندیم و دور درخت می چرخیدیم. نگار من مثال یک پریه، بسی شیرینه، یک قدری ملیه، نه شوهر عمه‌اش گوزش مهمه، نه وجدانم پی حاجی انیه. با این افکار توی پشه بند و زیر لحاف به خوابی گرم و شیرین فرو رفتم. آی 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 هر چی شب گذشته در آرامش و لذت بودم، صبح به این زودی توی صف یه لنگ پا ایستادن و به سخنرانی اول صبح مدیر گوش دادن چه عذابی داره. آی چه عذابی داره. همه چشماشون پف کرده و خمار از خوابی شیرین پریده، باید ساکت می ایستادیم و گوش به سخنان گه هر بار این مرتیکه می دادیم. هر 3 دقیقه یه بارم باید تکبیر می گفتیم و بعدم با شعاری دشمن شکن خار مادر شرق و غرب عالم رو به هم می دوختیم و با حالتی خوابالود برای آمریکا و انگلیس و شوروی خط و نشون می کشیدیم که مادر همتون رو به عزاتون در میاریم، پدرتون رو در میاریم.
البته به روابط خارجی دولت هم بستگی داشت. گاهی فرانسه و کانادا و چند تا کشور اروپایی هم به همون پیشنهاد می شدن این وسط که خار مادرشون رو به هم بدوزیم. با خودم فکر می کردم اگه به جای این زرزرا می زاشتن نیم ساعت بیشتر بخوابیم، نه خار مادر دولت ها و ملت های بیگانه آسیب می دیدن، نه ما سر سخت جرواجر می شدیم. همچین برای ابرقدرت های مدیر ما خط و نشون میکشید و مخاطب قرارشون میداد و تهدیدشون میکرد که انگار همشون توی کاخشون نشستن و دارن از تلویزیون سخنان ایشون رو گوش میدن و بیت بیت میلرزن و پشت مبل قایم شدن و او همچنان سلحشورانه خار مادر آنها را به هم میدوخت. تو صف ایستادم نالان و خسته، مدیر ما کمر بر قتل بسته، نه آمریکا نه اسرائیل خارش ز زیر چرخ خیاطیش رسته. بعد از زرزرای آقا مدیر و رضایت دادن ایشون وارد کلاس شدیم و کلاسورا رو پرت کردیم روی میزا و با بی‌حوصلگی نشستیم به انتظار آقا معلم. این قسمت دیگه از همه افتضاح تر بود. اول صبح که ناشته و صبحونه نخورده با دلی که ضعف میره نشستی، یهو یکی یه آروغی میزنه و بوی چای شیرین ترشیده فضا رو میگیره. فوش بقیه است که با داد و بیداد هوا میره. ناگهان از مکانی نامعلوم بوی کلم و تخم مرغ گندیده میپیچه و همه از این طرف کلاس به اون طرف کلاس پناهنده میشن و پنجره رو چارتاق باز میکنن و کله پدر شخص ناشناس و مورد لطف و تفقد قرار میدن. بگذاریم. زنگ اول انشا. نه علم بهتر نه ثروت ای نگارم، به تعطیلات تابستان چه کارم؟ بیا ای نازنینم ای سمیرا، که پشت شوهرمت را بخارم. زنگ دوم عربی. صباح الخیر جانا یا سمیرا، بسی انت حبیبی یا سمیرا، به زوج الامه معدل انفجاری، حاجی مدفوع کش ماذا سمیرا. زنگ سوم دینی. در اون زمان کرج یه نماینده زورکی تو مجلس داشت به نام، اسمش یادم نیست اما فامیلی شهرپسند بود. بله این آقا اسمش شهرپسند بود. یه بار رفته بود تو مجلس گفته بود بابا این آب کرج رو چرا میدید به قم؟ ما خودمون در روز 4 ساعت بیشتر آب نداریم، حالا هم که شما آب کرج رو انتقال دادید به قم، بی آبی شده 8 ساعت. همین، باور بفرمایید، همینو گفته بود فقط. خلاصه نمایندگان مجلسم ایشونو با یه تیپا انداختن از مجلس بیرون و شبم ریختن تو خونه بدبخت و یه راست فرستادنش زندان. حالا شاید بپرسید ای بابا به ما چه؟ این چه ربطی به داستان داره؟ اتفاقا حرف منم درست همینه، هیچ ربطی به داستان ما نداره، اما هر جور بود قرار بود ربط پیدا کنه، چون معلم دینی ما اون روز با چهره‌ای برافروخته یه جوری که انگار ماها این آقای شهرپسند رو بردیم گذاشتیم تو مجلس، سر کلاس مدام عربده میزد و میگفت تا کی میخواین خام و ساده لوح باشید؟ این مرتیکه بی ایمان اسلام رو هدف قرار داده. نمیبینید دست آمریکا و اسرائیل از آستینش بیرون اومده و تیشه برداشته به ریشه اسلام بزنه؟ چرا کورید؟ چرا نمیبینید؟ حالا کی جرأت داشت به این آقا بگه آخه مردی که ما که 15-16 سالمون بیشتر نیست، ما که اینو ور نداشتیم بذاریمش تو مجلس، به ما چه، چرا داد سر ما میزنی؟ از طرفی هم من میدونستم چه همون آقای شهرپسند و چه همین معلم دینیمون، هر کدوم منو با سمیرا میدید روزگارم سیاه بود. پس بهترین نتیجه اخلاقی و سیاسی که اون زمان گرفتم و تا همین امروزم این نتیجه برام مفید بوده این بوده که
کون لق همه شون. والا سرتون رو درد نیارم، با زجری وصف ناشدنی یک ساعت و نیم چرندیات آقا رو تحمل کردم تا زنگ بخوره و به همراه کیومرث نقشه نبرد از پیش ساخته شده با دشمن فرضی رو طراحی کنیم. داستان بچه های ایران. اولین بار که عاشق شدم، قسمت ششم. چشمایی از حدقه در اومده از کیومرث پرسیدم اینا کی هم دیگه؟ بابا تابلو میشیم، میفهمه دروغی داستان؟ این بابا سه برابر من کمه کم هیکلشه، منو یه چک بزنه دو هفته بستنی میشم تو بیمارستان، حالا چرا رفتی چهار نفر آوردی؟ کیومرث گفت ببین الاغ جون، اولا که با همسن و سال خودت و همیکل خودت دعوا کنی میگن لاتبازی در وردی و بچه عوضی هستی، تازه شاهکار نکردی که اگه بزنیش، اما وقتی با یکی که 4 سال خودت بزرگتره و همچین هیکلی داره کتک کاری کنی عشقت میگه ایول، عاشقم یلیه واسه خودش، همه هم خوششون میاد. گفتم بابا عزیز من هیکل اینو مگه نمیبینی؟ اینو با نیسان بزنی هیچیش نمیشه. با بی‌حوصلگی گفت تو مشتتو ول کن، اون علکی میخوابه دیگه، قبلا بهش گفتیم. به فاصله 20 متر اونورتر از ما 4 تا گردن کلوف ایستاده بودن و با هم حرف میزدن. از نظر قد و هیکل کوچولوترینشون 3 برابر من بود هیکلش. من اصلا فکرشم نمی کردم که باید بعد از ظهر با یه همچین قول تشنایی فیلم فارسی بسازم. تو همین فکرها بهت زده بودم که کیومرث زد به پهلوم و گفت بابا اینا بهشون گفتم چی کار کنن، تو هم که خودتو چرا انقدر دست کم می گیری؟ یادت نیست زدی اسدو چجوری پرتش کردی؟
ای بابا، میخوام یه اعتراف کنم واسه‌تون. راستشو بخواین یه روز همین کیومرثینا با یه عده‌ای تو همون گودال کنار مدرسه دعوا داشتن. اون گروه هم گردن کلفتشون یکی بود به نام اسد که هیکل خیلی گنده‌ای داشت. منم که تو کلاس یکم فسفس کرده بودم و با یکی دوتا از بچه‌های کلاس حرف زده بودم، سر همین از جمعیت عقب افتادم. دویدم خودم رو برسونم به گودال که پشت سرم دیدم ناظممون که نمیدونم از کجا فهمیده بود قرار دعوا بشه، شروع کرد به داد و بیداد کردن و هر کیو میدید صداش میزد بیاد پیشش. سر همین منم سرعتم رو زیاد کردم که هرچی سریعتر برسم به گودال و ندا بدم به بچه‌ها که جمع کنین الانه که ناظم پیداش بشه. با سرعت مثل برق و باد دویدم. دم گودال رسیده بودم که پام خورد به یه تیکه سنگ و برای اینکه نیفتم زانوی شلوارم پاره نشه شیرجه زدم به طرف جلو توی گودال. از قضا با همون سرعتی که داشتم میرفتم وسط کتککاری آقایون محکم خوردم به اسد. اسدم 5 متر اونورتر پرت شد. جنگ مغلوبه شد و با شنیدن عربده ناظم همه در رفتن. از اون روز به بعد همه منو فاتح این دعوا می دونستن. منم که توفیق اجباری نصیبم شده بود صداشو در نیاوردم. اون روزم که روم نمی شد به کیومرث بگم بابا اسد و من نزدم، اتفاقی خوردم بهش. مجبور شدم الکی سر به جنبونم و حرفشو تایید کنم و بگم خب آره دیگه، اونم که حالا البته مالی نبود. حالا اینا کی هستن؟ کیومرث گفت رفیقای مرتادن دیگه. راستی فردا تو میتونی پول بیار، اون لباس مشکیه میاد از دم پارک 13 با ماشین میبرمون رستوران. مرتاد برادر بزرگ کیومرث بود، اکثرا با هم گل کوچیک بازی میکردیم. با تعجب گفتم میبرمون؟ کیومرث گفت آره دیگه، من و تو و سمیرا و شهلا رو. پول رستورانم بیار، من فردا دست تو جیبم نمی کنم. خندیدم و گفتم اگه منم که جلوی دختره ازت می گیرم. نداشته باشی سه میشی، پس سعی نکن منو بتیقی جیگر. مثل آدم دنگتو بیار. سری با افسوس تکون داد و گفت مرد شورتونو ببرن که خیرتون به هیچکی نمی رسه. بشکنه این دست که نمک نداره. بعد از ظهر ساعت 5 اینا میان سر خیابون. باید انقدر صبر کنیم تا واسه نون گرفتنی خریدی چیزی بیاد بیرون. ساعت 5 بعد از ظهر شد. از ساعت 5 هم گذشت. 6 شد. کم کم داشت ساعت 7 می شد. همینجوری ایستاده بودیم سر خیابون. دیگه علف زیر پامون سبز داشت می شد. منم فقط تو این 2 ساعت و نیم یه چشمم به خیابون 5 شرقی بود و چشم دیگم به هیکل این 4 نفر که یکی از یکی نخراشیده تر بودن. با فاصله 10 متر اونورتر ایستاده بودن و یه نگاهی به من میکردن و پچ پچ میکردن و میزدن زیر خنده. یکیشون که رسما هیکلش عین اون سرخپوسته توی فیلم دیوانه از قفس پرید بود. از طرفی هم دل تو دلم نبود که نکنه سمیرا نیاد و برنامه بیفته واسه روز بعد. یوهو کیومرث گفت اومد. بهشون اشاره کرد که دختره اینه و منتظر شدیم تا در راه برگشت عملیاتو انجام بدیم. کنون چون رستم دستان بیایم، واسه اون نوگل بستان بیایم، مثل شعبون خان استخوانی توی فیلم 1000 دستان بیایم. از مغازه بهرام اومد بیرون. جمال با اون چهره منحوسش خنده بر لب اومد دم مغازه ایستاد. میخواستم خرخرشو بجوام اما گفتم نبینم بهتره، وگرنه گند میخوره به نقشم. کیومرث گفت برو زود باش، رفتن تو خیابون دیگه، برو. تمام افکار هندی فارسی مو قاطی کردم و یکتی رفتم پشت سرشون. دیدم پشت سر سمیرانو دارن پچ پچ میکنن. عربده زدم آی بی ناموس.
یه پا گذاشتم جلو، یه پا گذاشتم عقب، دستامو به اندازه‌ای که 3 تا هندونه جا بگیره از هم باز کردم و سرمو به چپ و راست بردم تا قلنج گردنمو بشکنم. هر 4 تا برگشتن و سمیرا بودو بودو رفت دم خونه‌شون رو از کنار در داشت یواشکی دید می‌زد. تا دیدم سمیرا داره منو نگاه میکنه دیگه ترسم ریخت، شدم خود ملک مطیعی، دوباره عربده زدم جیگرشو در میارم کسی بخواد دنبال دخترای مردم بیافته. بی ناموسا، بیا بینم، بیا میخوام خشتک تو. یهو دیدم یک صدای شتلرقی اومد همراه با سوزشی که به خنکی میگرایید. مجبورم کرد که به عقب برگردم، دیدم پس کلم چقدر میسوزه. یهو یکی از مردایی که تو اون خیابون بود گفت پسر عوضی اومدی اینجا نسق بگیری واسه ما؟ دیدم یکی از این اهالی محله، هجوم آورده طرفم. فکر اینجاشو دیگه نکرده بودم، تا برگشتم یکی هم گذاشت تخت سینم. حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ به این کیومرس اولاق گفتم ها، ولی گفت نه ببینم با کسی دیگه ای دعوا داری خودشونو قطعی نمی کنن. ای خدا، سمیران داره نگاه میکنه. همه این اتفاقا از پس گردنی که خوردم تا هل دادن و این افکار من در چند ثانیه بیشتر طول نکشید. اومد که بعد از هل دادن چکو بزنه، با کله زدم تو صورتش. مشت و لگدی بود که به هم میزدیم. وای چشمتون روز بعد نبینه، عین مور و ملخ از در و دیوار ریختن رو سرمون. کیومرس هم که از دور دیده بود چی شده، با 2-3 تا از بچه محلا پرید وسط. چه دعوایی شده بود، هر قسمت از اعضای بدن ما رو یکی داشت میکشید. منم یقه اون یارو رو گرفته بودم و به همدیگه مشت و لگد میزدیم. از یه طرف ما میخواستیم اونا رو بکشونیم سر خیابون تا بچه محلامون ببینن و بیان کمک، از طرف دیگه اونا ما رو که تو اقلیت دیده بودن میخواستن بکشونن ببرن ته خیابونشون تا همونجا حالمون رو جا بیارن. چه بزن بزنی بودا، چه بزن بزنی بود. خلاصه اون 4 تا که قرار بود من باهاشون دعوا کنم هم که دیدن اگه به دادمون نرسن زیر دست و پا له شدیم، پریدن و اومدن کمک. بزن بزن رو کشوندیم به وسط بولوار بین خیابونه 5 شرقی و 5 غربی. وای که چه دعوایی بود، چه دعوایی بود. بچه محلامون فهمیدن ریختن از اون ور وسط. دعوا شد، کل بولوار بسته شده بود و من فقط با اون بابایی که زده بود پس کلم همچنان مشغول بزن بزن بودیم که یهو ماشین کمیته رسید و با بوق و عربده همه رو از هم جدا کرد. هر کدوم به طرف خیابون خودمون رفتیم، ولی همه می دونستیم این آغاز داستان و تازه جنگ بین این دو خیابون شروع شده. دیر یا زود به شکلی فجیع تر جنگ دیگهی به وقوع خواهد پیوست. اسیر عشق بی طالع شدم من، سمیرا پیش تو زایه شدم من. گمانم بود مثل کوه هستم، ولی چون کوه یخ مایع شدم. نفس نفس زنان با لباسی پاره پوره برگشتیم تو محل. با هرس گفتم دیدی؟ دیدی گفتم اینا گاوند بیشور، دیدی؟ هی بگو کاری با همون ندارم. کیومرسم که نفس میزد گفت من چه میدونستم اون مرتیکه کجا پیدا شد؟ تازه بد که نشد، دعوا با این جمعیت هنر میخواد. اعصابم داشت خورد میشد، گفتم هنر میخواد، هنر میخواد گوساله، هنر میخواد. اون 4 تا که اومدن کمک اگه سمیرا دیده باشه میدونی چه خاکی به سرم میشه؟ گند زدی با اون نقشت. گفت تو اون شلوغی اون چجوری میتونه ببینه؟ تازه اگرم دیده باشه فکر میکنه با گروه ما داشتن دعوا میکردن. دستم رو گذاشتم رو زانوم و دلا شدم تا بتونم بهتر نفس بکشم. انگار از قفس شیر بیرونم کشیده بودن. از دست اون جمعیت سالم بیرون اومدن به قول کیومرس واقعا هنر میخواست. کمرم رو راست کردم و با حالت غمگین از کیومرس پرسیدم
حالا فکر میکنی فردا دیگه این بیاد؟ خیلی خونسرد برگشت گفت میاد، من شهلا رو فرستادم سراغش، بهش گفته بیاد. گفتم مگه شهلا اینو میشناسه؟ مگه با هم حرف میزنن؟ گفت گفتم زهر ما رو. خب اگه از اول گفته بودی که دیگه کتککاری های این همه نقشه نمی کشیدیم. این چه کاریه کردی مرتی که اولا؟ خب باسه چی این همه ما درد سر به جونمون خریدیم؟ حالا من چجوری با این لباس و سر وز برم خونه؟ گفت بیا بریم خونه ما، پدر مادرم خونه نیستن، دست و صورتت رو بشور بعد برو خونه. دوباره با حالتی بدبخت گفتم جدی فکر میکنی فردا بیاد؟ گفت گفتم ای کوفت و دیوز.